سرخط خبرها. جایگاه مهم قطر در سیاست خارجی امارات اسلامی. مولوی عبدالکبیر میگوید که کابل خواهان گسترش روابط دو جانبه در بخش های مختلف با دوحه است. ریاست وزرا سیاسی مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر صاحب اسلامی امارات و قطر ترمنځ د همکاری و مثبت اړیکو پراختیا وستایله. قطر د افغانستان یو دوست هیواد وباله او د افغانستان انجام 40,000 پرواز عبوری از حریم هوایی افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی به شرکت‌های بین المللی هوایی اطمینان می‌دهد که فضای افغانستان امن است. او شپار از عبوری الوتنی ترسره شوی دی چه دا پا هر و سلور ساعتونی که یو سلولس الوتنی کیجی. دا یادولو ورده چه دا تیرو دو میاش را پا گی خواه. افزایش میزان صادرات ایران به افغانستان. یک مقام ایرانی میگوید که صادرات ایران به افغانستان 33% افزایش یافته است. و جان باختن 23 تن در تیراندازی مهاجمان مسلح در بلوچستان پاکستان. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم سنباله سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. معاون سیاسی رئیس الوزراء در دیدار با مستشار سفارت قطر در کابل گفته که قطر در سیاست خارجی امارات اسلامی جایگاه مهم را دارد. مولوی عبدالکبیر در دیدار با مردوف القاشوتی افزوده است که کابل علاقمند همکاری دو جانبه با دوحه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، تعلیمی، صنعت و سرمایه گذاری است. از سوی هم مستشار سفارت قطر در این دیدار با اشاره به ارزش روابط امارات اسلامی و قطر گفته که تلاش میکند تا پروازهای مستقیم میان کابل و دوحه آغاز گردد. او تاکید کرده است که قطر به کمک‌های بشری با افغان‌ها نیز ادامه می‌دهد. دیدار معاون سیاسی رئیس الوزراء با مستشار سفارت قطر در کابل. مولوی عبدالکبیر در دیدار با مردوف القاشوتی بر گسترش روابط میان کابل و دوحه تاکید کرده و گفته که قطر در سیاست خارجی امارات اسلامی جایگاه مهمی دارد. او همچنان قطر را کشور دوست خطاب نموده و افزوده است نشستی که قرار است به همکاری مقامات قطری در مورد افغانستان در دوحه برگزار گردد قابل قدر است. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر صاحب د اسلامي امارت او قطر ترمنځ د همکاریو او مثبتو اړیکو پراختیا وستایله. قطر یې د افغانستان یو دوست هیواد وباله او د افغانستان په اړه د قطري چارواکو په همکاري جوړیدونکې غونډې د قدر وړ وبللې او دا رز څرګنده کړه چې د قطر هیواد د افغانستان په خارجي سیاست کې یو ځانګړی ځای لري. از سوی هم القاشوتی در دیدارش با مولوی عبدالکبیر با توجه به ارزش روابط امارات اسلامی و قطر گفته که تلاش میکند تا پروازهای مستقیم میان کابل دوحه آغاز گردد. او همچنان تاکید کرده است که قطر به کمک‌های بشری با افغان‌ها ادامه می‌دهد و می‌خواهد که در بخش‌های مختلف همکاری خود را با امارات اسلامی گسترش دهد. اگر رابط افغانستان با قطر بهتر شود، بهبود بیابد و دو طرف متعقل شود بنابر منافع ملیشان، این میتونه که به سطح جهان رابط افغانستان را تامین کنه یک لابیگر خوب باشه و تا در عرصه سیاسی میتونه که افغانستان را کشورها را تشویق کنه که افغانستان را به رسمیت بشناسه و مسئولیت‌های کشورهای جهان هم میتونه جلب کنه که مردم افغانستان به این نیاز داره. در این دیدار معاون سیاسی رئیس الوزراء همچنان از موقف و سیاست قطر در رابطه به موضوع فلسطین قدردانی کرده و با اشاره به مسئولیت جهان اسلام گفته که امارات اسلامی خواستار دولت مستقل فلسطین می باشد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که در یک سال گذشته بیش از 40,000 پرواز عبوری از فضای افغانستان انجام شده و حالا شرکت های بین المللی هوایی می توانند بدون هیچ نگرانی از فضای افغانستان پرواز داشته باشند. مسئولان این وزارت همچنان می افزایند که تبدیل نبودن میدان هوایی خوست به میدان بین المللی و عرضه خدمات به شرکت های داخلی و 8 شرکت هوایی بین المللی دیگر از فعالیت های عمده این وزارت طی یک سال اخیر بوده است.
مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در برنامه ارائه دستاوردهای یک ساله میگویند که در یک سال گذشته 40,016 پرواز عبوری از فضای افغانستان انجام شده و از هر پرواز $700 آمریکایی اخذ شده است. به گفته مسئولان 12,503 پرواز داخلی صورت گرفته که در این پروازها به تعداد 1,897,273 مسافر رفت و آمد کردند. سلویشت زر او شپار صبوری الوتنی ترسار شیوی دی چه دا پا هر سلوری ساعتون که 110 الوتنی کی جی. دا یادولو ورده چه دا تیرو 2 میاشت را پا دی خواه پا یاد الوتنی که دا پام ورد زیادوالی را غلی. چو اوس محل په هر سلوري ساعتونو کې 215 وګوري الوتنی د افغانستان له فضا څخه په خوندي ډول ترسره کیږي. د افغانستان هوایي ډګرونو څخه 12,503 الوتنی ترسره شوي. در جریان یک سال اخیر بیش از 547,000 وسایط باربری از خاک افغانستان به کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان و همچنان بیش از 434,000 وسایط باربری دیگر از کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان رفت و آمد نمودند. بر علاوه به تعداد 41,370 وسایط از طریق بنادر ترانسپورتی نیز رفت و برگشت نمودند. در داخل کشور نیز 421,895 وسایط باربری و 3,722,000 وسایط مسافربری میان ولایت‌ها در داخل از یک ولایت به ولایت دیگر رفت و برگشت نموده است. د تیر یو کال په مده کې د وړو پروژو تر څنګ د لوو پروژو تړونونه لاسلیک شوي دي او د څه کم 80 پروژو 94 بشپړې شوي دي چې په دې کې څکام 50 پروژې د وزارت له انکشافي بودیجې او نورې د خصوصي مشارکت له لارې ترسره شوي دي. نو هر شی چې اخیستل شوی دی، کم شی چې راټول شوی دی، هغه د دې ملت په ګټه باندې مصرف شوی دی، ځکه چې ترانسپورت چې اغاله پلا دلته دا کار چې شروع شو و ټولو ته معلومه ده، ټول ملت ته معلومه ده، هر سړي ته په خپل ولایت کې درک ور معلوم دی چې په ډېرو ځایو کې یوازې ادارې تعمیر نه درلودی. مسئولان این وزارت همچنان می افزایند که تبدیل نمودن میدان هوایی خوست به میدان بین المللی و عرضه خدمات به شرکت هوایی آریانا افغان و کامیر و شرکت هوایی بین المللی دیگر از فعالیت های عمده این وزارت در یک سال اخیر بوده است. یک مقام سازمان ملل می گوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر امارات اسلامی مانع ادغام افغانستان در جامعه جهانی می شود. روزمه ریده کارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و سال در واکنش با تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی می شود. خانم دکارلو گفته است که این قانون حقوق و آزادی های بشر به ویژه زنان را محدودتر کرده و اگر این قانون تداوم یابد تنها می تواند مانع بازگشت افغانستان بر عرصه بین المللی شود. امارات اسلامی اما می خواهد که به عقاید و ارزش های مردم افغانستان احترام گذاشته شود. سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر در نشست با علما و بزرگان ولایت سرپل میگوید که با حاکمیت امارت اسلامی حکومت ملک الطوایفی خاتمه یافته است و هیچ گروه نمیتواند در هر منطقه حکومت کند. محمد خالد حنفی میافزاید که قوانین این وزارت احکام دین اسلام بوده و هر کس خلاف این قوانین سخن میزند جنگ فکری را به پیش میبرد و آنان در این زمینه ناکام خواهند شد. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر که به ولایت سرپل سفر کرده با انتقادها در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر پاسخ می‌دهد و می‌گوید که پس از پایان جنگ فیزیکی در کشور جنگ فکری دامن زده می‌شود و مردم به خاطر ناکام ساختن این جنگ با محتسبین همکار باشند. این منفی تبلیغات می‌کنند دشمن‌ها و شما باید متأثر نشوید. عزیزان من، جنگ فیزیکی از بین رفت، جنگ فیزیکی از بین رفت و ناکام رفتن و شرمسار رفتن، انشاءالله جنگ فکری هم ناکام خواهد شد. آقای حنفی می افزاید که با حاکمیت امارات اسلامی حکومت ملک الطوایفی خاتمه یافته است و هیچ گروهی نمی تواند در هر منطقه حکومت کند. مقام های محلی سرپل از محتسبان می خواهد که با مردم رفتار نیک داشته باشند.
این وظیفه خطیر و پر اهمیت دعوت در جامعه تقدم نشه، ما باید که ها باشیم. ما هم باید به انتخاب ما یا ما هم به دعوت ما ارتفاعت را باید به خود داشته باشیم. شما دکسوز نیست، اونا بزن ما دکسوز نیست. زن از ما باشد اونا چطور دکسوزی میکنه؟ این منطق نیست اصلا، ایش دکله براور نخیه اگر. آیا این معقول است؟ زن از ما، دختر از ما، تربیه ما، نفقه ما میتیم ایسته دابروش ما نگاه کنیم همدردی از ملل متحد نشان بده، حقوق و بشر نشان بده. قانون امر به معروف و نهی از منکر هفته گذشته نافذ شد. نافذ شدن این قانون تا اکنون واکنش های بسیاری را به همراه داشته است. جلسه کمیسیون سیاسی بر رهبری معاون سیاسی رئیس الوزرا برگزار شد. در این نشست وضعیت و تحولات افغانستان و منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته و در خصوص گسترش روابط امارات اسلامی با شمار از کشورها و تطبیق پروژه های منطقوی بحث شده است. همچنان در این نشست تاکید شده که امارات اسلامی با تمام کشورهای همسایه من حیث یک کشور مستقل با رعایت اصل احترام متقابل و همسایگی نیک خواهان روابط حسن است. در مورد انسجام کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و ارائه خدمات مورد ضرورت به آنان نیز گفتگو شده است. در این جلسه وضعیت و تحولات افغانستان و منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت و در خصوص گسترش روابط امارات اسلامی با شمار از کشورها و تطبیق پروژه های منطقوی بحث صورت گرفت. در این جلسه تاکید شد که امارات اسلامی افغانستان با تمام کشورهای همسایه من حیث یک کشور مستقل با رعایت اصل احترام متقابل و همسایگی نیک خواهان روابط حسن است. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان برای گفتگو با مردم در مورد کشت بدیل مواد مخدر به کندهار سفر کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت کندهار میگوید که رئیس یونما در دیداری که با معاون والی کندهار داشته گفته که سازمان ملل در سال گذشته برای حدود 26 میلیون افغان کمک های بشری انجام داده و تلاش دارد تا سطح این کمک ها در سال روان افزایش یابد. در همین حال معاون والی کندهار خواستار اقدامات عملی سازمان ملل در مورد کشت بدیل مواد مخدر و تداوی معتادین در این ولایت نیز شده است. روزا اوتون بایوان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان به ولایت کندهار رفته تا در مورد کشت بدیل با مقام های محلی و مردم گفتگو کند. در اعلامیه از دفتر رسانه ولایت کندهار آمده است که خانم اوتون بایوا گفته در سال گذشته برای حدود 26 میلیون افغان کمک های بشری انجام داده و تلاش دارد تا سطح این کمک ها در سال روان افزایش یابد. او با همکاری بانک مرکزی افغانستان در ارائه قرضه ها به مردم کمک می کند تا مردم بتوانند از این طریق تجارت های کوچک را آغاز کنند. سازمان ملل در سال گذشته به 26 میلیون افغان کمک های بشردوستانه ارائه کرده است و در تلاشند تا بودجه مالی افغانستان را در آینده افزایش دهند که در کنار کمک های بشردوستانه پروژه های ضروری دیگر نیز عملی شوند. در همین حال معاون والی کندهار با اشاره به امنیت در افغانستان افزوده که سازمان ملل باید برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در افغانستان تلاش کند. او همچنان خواستار اقدامات عملی سازمان ملل در مورد کشت بدیل مواد مخدر و تداوی معتادین در این ولایت نیز شده است. اری خپل په دوري کوي یعنی خپل بچان په حساب کوي یعنی نن مر سره کې مې سری کومک سوي نه تخمونه نه تخمونه را کړی مر دغه شان ضرورت وروم امبار تزورات لرو هم دغه تزورات لرو تخمون تزورات لرو دش تخمون دی مرتا راکی که دا تاریاکو زای ووی وزکو یو غنم دی آغا یو پرجری پایندری گونه امبار غواری آغا دو غنه کدر شکی چی چما چی ارزانه دی مات او نریوال تولین سخه دا غوارو چی مرتا اصلاحی تخمونه و مرتا سو حکومت همکاری رسرو که اصلاحی تخمونه راکی شسم تخمونه راکی چه اغاز مرش بزگرو و کربنگرو نور خلق د جمیلات په ګټه سی او شی راس ته عمره کې چې هغه موږ دراتي خلق ته کټه ورسې بزګر ډیر ستړي. مقام های امارات اسلامی بارها خوان همکاری جامعه بین المللی در بخش ایرای کشت بدیل شدند، اما به نظر می رسد که تا اکنون گام های عملی در این زمینه برداشته نشده است.
برنامه جهانی غذا میگوید که بیش از 1 میلیون کودک و مادر در افغانستان از دریافت کمک های این سازمان محروم شدند. این سازمان می افزاید که کمبود بودجه و کاهش کمک ها در افغانستان بیشترین تاثیر را روی زنان و کودکان در این کشور دارد. از سوی هم اتحادیه اروپا از کمک های 13 میلیون یورویی این نهاد به منظور تداوی سوی تغذیه و آموزش کودکان افغان خبر داده است. محرومیت پیش از 1 میلیون کودک و مادر در افغانستان از دریافت کمک های برنامه جهانی غذا. این سازمان میگوید که کمبود بودجه و کاهش کمک ها در افغانستان بیشترین تاثیر را روی زنان و کودکان در این کشور دارد. از سوی دیگر هستند کودکانی که نه از این کمک ها مستفید شدند و نه هم کسی دستیاری را به آنان دراز کرده است. جمعه این کار میکنم جلب سرک از مکتب و از درس ماندیم اینجا آمده کار میکنم پدر مریض چند لقمه نان پیدا کنم به ما خاطر آمده جلب سرک کار میکنم. همزمان با این اتحادیه اروپا از کمک 13 میلیون یورویی این نهاد به منظور تداوی سوی تغذیه و آموزش کودکان افغان خبر داده است. این نهاد افزوده است که قرار است این کمک‌های مالی بر روند درمان سوی تغذیه و آموزش پیش از 78 هزار کودک هزینه شود. وزارت اقتصاد هم از این کمک‌های جدید اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و ما از نهادهای کمک کننده می‌خواهد که کمک‌هایشان در بخش انکشافی نیز صورت گیرد. تقاضای ما از کشورهای حامی نهادهای مددرسان است که کمک‌هایشان صرفاً جنبه بشردوستانه نداشته باشد، بلکه روند انکشافی و توسعه‌ای داشته باشد تا در بخش زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان کمک‌های قابل توجهی صورت بگیرد. و اینکه سازمان ملل تعهد سپرده و یا وعده سپرده که در این بخش کمک‌های خود افزایش می‌دهد قابل قدر است. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته است که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوی تغذیه هستند که این سازمان از میان هر 3 کودک مبتلا به سوی تغذیه در این کشور می تواند تنها از 1 کودک حمایت کند. شاروالی شهر طالقان مرکز ولایت تخار برنامه ای را تحت نام ترویج فرهنگ شهرنشینی برگزار کرده و از مردم می خواهد که با مراعات نمودن فرهنگ شهرنشینی در زیبایی و پاکی شهر نقش ایفا کنند. مسئولان این اداره میگویند که به خاطر تغییر چهره شهر برنامه های گسترده دارند و به زودی سیمای شهر تغییر خواهد کرد. تلاش ها به هدف ترویج فرهنگ شهرنشینی در ولایت تخار. این همایش به منظور ترویج فرهنگ شهرنشینی با حضور وکلای گذر و نمایندگان اصناف شهر برگزار شده است. شاروال شهر طالقان میگوید که به خاطر تغییر چهره شهر برنامه های گسترده روی دست دارد و از مردم میخواهد در پاکی شهر با این اداره همکاری همه جانبه نمایند. یک مردم با علم و دانش، یک مردم یعنی باستانی هست، اما فقط مشکلات ها، وقت ها و ماحول ها، تحولات ها مشکلات خود را داشته. ما امیدوار هستیم که این مردم با فرهنگ و با دانش دوباره به همو اصل و فرهنگ خود برگردند. مسئولان محلی می افزایند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تغییرات و اصلاحات چشمگیر در وضعیت شهر و حکومتداری رونما شده و اما تغییرات اساسی به زمان بیشتر نیاز دارد. اصلاح این مشکلات و چالش سختی ها ما نمی کنیم مشکلات 20 سال مثلا در 3 سال از بین ببریم. یا خلایی که موجود است، کمبودی های گلنگیز هم از بر ملت از مردم هستی و پورا بود. این وقت کار دارد، زمان کار دارد. باشندگان شهر طالقان مرکز تخار میگویند که در این اواخر در سیمای شهر تغییرات رونما شده و از مردم میخواهند در پاکی شهر با شاروالی همکار باشند. خواستم از تمام شهروندان شهر طالقان است که در راستای رعایت فرهنگ شهرنشینی با تمام ادارات دولتی مخصوصا اداره شاروالی طالقان همکاری نمایند، چون شهر ما خانه ماست و باید همه ما در قسمت پاکی و صفایی شهر و یک خانه ما باید تلاش بکنیم و نگذاریم تا شهر ما خدای نخواسته کثیف و ناپاک شود. مانند ولایت تخار در بسیاری از شهرها مردم فرهنگ شهرنشینی را رعایت نمی کنند. از این رو نیاز است تا در این مورد آگاهی بیشتر به مردم داده شود. حال هم خبرهای اقتصادی. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که از میان قراردادهای امضا شده میان امارات اسلامی و ازبکستان 5 مورد آن در بخش معادن بوده که ارزش مجموعی آن به
$1.15 میلیارد آمریکایی می رسد. این قراردادها شامل سروی معدن هایدروکاربن در حوزه نفتی افغان تاجک، سروی جیولوژیکی معدن مس و طلا در منطقه قندلان ولایت زابل، سروی جیوفیزیکی و جیولوژیکی ذخایر گاز و نفت در منطقه توتی میدان ولایت فاریاب، تولید 120 مگاوات برق گازی در ولایت فاریاب و سروی جیولوژی معدن آهن در منطقه هیش ولایت بامیان می باشد. اخیراً افغانستان و ازبکستان 35 قرارداد و تفاهم نامه را به ارزش 2.5 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسانیدند. حالا معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که از میان قراردادهای امضا شده میان امارت اسلامی و ازبکستان 5 مورد آن در بخش معادن بوده که ارزش مجموعی آن به 1.15 میلیارد دلار آمریکایی میرسد. این قراردادها شامل سروی معدن هیدروکاربن در حوزه نفتی افغان تاجک، سروی جیولوژیکی معدن مس و طلا در منطقه قندلان ولایت زابل، سروی جیوفیزیکی و جیولوژیکی ذخایر گاز و نفت در منطقه توتی میدان ولایت فاریاب، تولید 120 مگاوات برق گازی در ولایت فاریاب و سروی جیولوژی معدن آهن در منطقه هیش ولایت بامیان می باشد. سورج مخ کی د ازبکستان هواد لومړی وزیر په مشرۍ لوړتپ پلاو یو کابل ترغه او د افغانستان اسلامي امارت مشرانو سره ملاقاتونه درلود او د راځي د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت 15 درس بیلابل تفاهمنامې لاسلیک کړي او د راځي اعلان وکړ چې دوی به په ازبکستان کې د افغانستان سفیر رسمن منی او خپل سفیر به کابل ته راسوي. برخی دیگر از آگاهان نیز بر استخراج و پروسس معیاری معادن کشور تاکید دارند و میگویند که باید معادن بر اساس نیازمندی ها استخراج شود تا نسل های آینده متضرر نشوند. معادن افغانستان یک بخش عمده از منابع طبیعی است، بنابر پیمانی که به شکل معیاری تر استخراج شود و پروسس شود و بخصوص با دستیاری و همکاری کشورهای منطقه بخصوص ازبکستان میتونه اثر مثبت به اقتصاد افغانستان و حتی اقتصاد منطقه داشته باشه. در این شکی نیست که سرمایه طبیعی مثل معادن در افغانستان یک پتانسیل یا ظرفیت خارق‌العاده برای تقویت اقتصاد کشور داره. مشروط بر این که ما بتونیم از این ظرفیت استفاده معنادار و مناسب بکنیم. در صورتی که از استخراج تا پروسس در داخل افغانستان صورت بگیره و ما نرخ معیاری را در فروش مواد معدنی در نظر بگیریم و تمام روش‌های مدرن و مناسبی که در حال حاضر در زمینه استخراج مطرح است در نظر گرفته شود، طبیعتاً که این گام ها میتونند در راستای تقویت اقتصاد افغانستان نهایتاً نزدیک سازی افغانستان به شکوفایی اقتصادی مؤثر و مفید تمام شد. روابط تجارتی افغانستان و ازبکستان بیش از هر زمان دیگر در وضعیت خوب قرار دارد و هرگاه این قراردادها و تفاهمنامه ها عملی شوند میتواند در رشد اقتصادی هر دو کشور مؤثر واقع شود. صادرات ایران به افغانستان 33% افزایش یافته. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارتخانه صنعت معدن و تجارب ایران میگوید که صادرات این کشور به افغانستان 33% افزایش یافته است. روح الله لطیفی افزیده که صادرات ایران به افغانستان در 3 ماه نخست امسال به $520 میلیون رسیده و این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33% افزایش داشته است. و گفته وی پیش بینی می شود تا پایان سال 1403 صادرات ایران به افغانستان به بیش از $2 میلیارد برسد. در 29 جوزای سال روان نیز حسین روسایی مسئول بخش تجارت ایران با افغانستان گفته بود که از 28 حوت سال 1402 تا 3 ثور سال جاری صادرات غیر نفتی این کشور به افغانستان نسبت به زمان مشابه یک سال قبل از آن 41% افزایش یافته است. حال هم نرخ ارزها. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.